آقای مشایخ همچنین به پرداخت مبالغ و وجوهی شامل 84 میلیارد ریال 100 هزار یورو یک دستگاه خودرو به آقای طبری بابت اقدامات و پیگیری ایشان در زمین کلاک اقرار نمودند. معاون اجرایی سابق ریاست قوه قضایی ایران در دادگاه محاکمه اکبر طبری به اتهام رشوه‌خواری، پولشویی و جعل سند شروع شد. از مهمانان برنامه میپرسیم دستگاهی که در آن فساد به چنین سطحی رسیده باشد چقدر میتواند عدالت را اجرا کند. در ادامه این 60 دقیقه امید ایران به پیروزی رقیب ترامپ در انتخابات آمریکا، آیا جو بایدن منجی برجام میشود؟ در این باره با اولی هاینونن معاون مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تریتا پارسی معاون اجرایی اندیشکده کوینسی صحبت میکنیم. به بهانه درگذشت رمضان عبدالله رهبر پیشین جهاد اسلامی فلسطین نگاهی میکنیم به ماهیت این گروه و روابطش با ایران. شیمرا کوستانی هستم. خواستم در این ویدیو امروز برای شما درباره فایده های عضلات شکم براتون و از لس آنجلس تا کابل آموزش ورزش در فضای مجازی توسط کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سه واحد مسکونی در ساختمان عیانی روما در کامرانیه تهران، سه واحد در برج فلورا در فرمانیه تهران، سه ویلا در بابلسر شهری مشرف به دریا و 15,000 متر زمین، اینها بخشی از رشوه هایی است که گفته می شود به اکبر طبری داده شده، مقامی که سالها دست راست رئیس قوه قضاییه به حساب می آمده. معاون اجرایی ریاست دستگاه قضا که باید گریبان مفسدان اقتصادی را بگیرد و داد مظلومانی مثل آسیه پناهی را بستاند، همان زنی که بر سر مناقشه‌ای برای حفظ یک آلونک با بولدوزر جابجایش کردند و جان داد. در این سالها کم ندیده ایم آدم‌های با لباس راه راه در جایگاه متهم مقابل قاضی نشسته باشند، ولی متهمی که امروز در ایران به محاکمه کشیده شد چهره‌ای متفاوت است. آیا او به تنهایی یک شبکه رشوه‌خواری تشکیل داده و به گفته دادستان دانه درشت‌های پرونده مفاسد اقتصادی را رهانده است؟ به دستگاهی که در آن فساد به چنین سطحی رسیده امیدی برای اجرای عدالت هست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. اولین حضور اکبر طبری در دادگاه. معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در زمان ریاست او بر قوه قضاییه و مدیر کل امور مالی این نهاد. جلسه دادگاه علنی است. جلسه ای که بخشی از آن زنده از تلویزیون ایران پخش شد. دریافت بشه از آقای جلیل سبحانی. از جمله اتهام ها علیه اکبر طبری اعمال نفوذ در پرونده های بستگان، سیاستمداران و متهمان اقتصادی، فراهم کردن شرایط فرار بعضی از متهمان به فساد، دریافت رشوه، پولشویی و جعل سند، اتهاماتی که او را به مرد قدرتمند در سایه در قوه قضاییه مشهور کرده بود. با وجود 20 سال سابقه سمت های بالا در این نهاد، به ندرت عکس و خبری از او در رسانه ها منتشر می شد. اولین بار در سال 1386 احتمال برکناری او از مدیریت مالی قوه قضاییه در رسانه ها مطرح شد. اما برخلاف حدس و گمان ها پس از انتصاب صادق آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضایی، اکبر طبری به سمت مدیر کل امور مالی و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست انتخاب شد. در طول این سالها همواره حمایت رئیس قوه قضاییه را به همراه داشت و اتهام‌های فساد مالی علیه او از سوی صادق لاریجانی کذب خوانده شد. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ورق برگشت. 7 روز بعد از آغاز به کار رئیس جدید قوه قضاییه، اکبر طبری اولین مقامی بود که اخراج شد. نه آقای زاکانی اشاره میکنه نه قوه قضاییه. اقدامی که بحث‌ها و اتهام‌ها علیه او را بیشتر به عرصه عمومی کشاند. از جمله اینجا در مناظره بین مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و علیرضا زاکانی نماینده مجلس. اینقدر فساد اینجا توی مملکت افزایش پیدا کرده، چند وقت پیش آقای زاکانی دیدم یه مصاحبه کرده گفته آقا یه نفری از تو قوه قضاییه 2 تا رئیس رو بیچاره کرده
همه هم میشناسنش، این سرپاپاش فساد، این کافی نیست فقط بیرونش کنیم، باید محاکمه بشه. دیدم میترسه اسمشو ببره. خب الحمدلله اسمش اونجا میبردیم. در نهایت اکبر طبری تیر ماه پارسال به دست اطلاعات سپاه بازداشت شد. قضاتی ما داریم متاسفانه که با گذشت 6 ماه 1 سال 2 سال یک مرتبه وارد یک وادی فسادی شده. اما او تنها مقام عالی رتبه قوه قضاییه نیست که به ارتکاب جرایم مالی و سوء استفاده از قدرت متهم می شود. با این حال رسیدگی به اتهام ها علیه قوه قضاییه در بسیاری از موارد به نتیجه نرسیده. از جمله پیگیری های هیئتی که در مجلس هفتم برای تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی تشکیل شد. یکی از افراد مرتبط با این هیئت عباس پالیزدار بود. از مقام اعظم رهبری اجازه‌شو گرفتن که برای خواهرای دانشجو علوم قضایی مقابله تو قم. کسی که به دلیل نام بردن از بعضی از متهمان به فساد خود بازداشت شد. اگر کسی واقعا فساد کرد و ثابت شد و قطعی شد، جوری با او برخورد کنید که اون مهر مجرم بودن بر پیشانیش همیشه بخوره. بعضی محاکمه اکبر طبری را نتیجه نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست قوه قضاییه می‌دانند. اما منتقدان می‌گویند مدیرانی چون ابراهیم رئیسی با سابقه طولانی در قوه قضاییه خود مسئول فساد گسترده در این نهادند. سوال این است که آیا چنین تصاویری نشان دهنده اهتمام قوه قضاییه در برخورد با متهمان به فساد اقتصادی است یا انگیزه هایی مثل تصفیه حساب با رقیبان و کارزاری تبلیغاتی برای جایگاه های بالاتر سیاسی پشت آن پنهان شده. باران عباسی، بی بی سی. مهدی خزعلی فعال سیاسی از تهران با ماست. آقای خزعلی، این موضوع رو میشه نشانه از جدیت قوه قضاییه برای مبارزه با فساد تلقی کرد و این که از خودش شروع کرده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. ببینید قوه قضاییه فسادش الان شروع نشده که آقای یزدی موقعی خودش به عنوان رئیس قوه میگفت همین الان زیر پای من دارن رشوه میگیرن. یا آقای شاهرودی که گرفت قوه رو تحویل، گفت من ویرانه ای را تحویل گرفتم. خب آقای لاریجانی که اساساً با قضا آشنا نبود، از حوزه اومد اونجا و اون ویرانه‌ای که آقای شاهرودی گرفت رو ایشون دیگه کاملاً نابودش کرد. اما من بحثم این است که یک بحث‌هایی هست، فرضیه‌هایی هست که اینکه خاندان لاریجانی به جهت اینکه بالاخره قدرت‌های بالاتری رو بالاخره قصد کرده بودن یا اینکه طمع کرده بودن، اینا باید زده بشن. آیا این تصفیه حساب برای زدن خاندان لاریجانی است که مثلا علی آقا دیگه کاندیدا نمی شود، راه رو باز میکنه برای آقای قالیباف و آقای صادق لاریجانی هم قبل از این که دورش تموم بشه در واقع برداشته میشه و جایگزینش آقای رئیسی میشه؟ همه اینها یه پیام داره. آیا اینها تصفیه حساب با این خاندان است؟ اگه بناست تصفیه حساب بشه، خب میدونیم که آقای طبری بدون حمایت آقای لاریجانی که نمیتونسته این کارها رو بکنه، چرا سراغ متهم اصلی نمیرند و مسائل رو اونجا حل نمیکنن و آقای محمود صادقی که سوال کرد از حساب‌های در اختیار ریاست که غیر قانونی هم در واقع هست این روش، ولی به هر حال حساب سوال کرده برای شفافیت این حساب ها حبس گرفته آقای محمود صادقی به عنوان یک نماینده‌ای که سوال کرده وظیفه قانونیش انجام داده. ما چیزهای زیادی که الان در دوره آقای لاریجانی میدونیم، مثلا پرونده های مالی که حالا مهافعید خسروی، بابک زنجانی، اموال اینا چی شده؟ در اختیار قوه قضاییه است. بعد میبینیم مثلا در فرمانیه ملکی رو که متری لااقل مثلا الان 60-70 میلیون میارزه به متری 200 هزار تومان فروختن. یه همچین اتفاقات عجیب بین خودشون تقسیم شده، ماره مهافعید خسروی اموال همچین کسی. اینا قابل بررسی تمام افراد درگیرن، حالا من اسم نمیخوام بیارم، ولی از اون رأس باید شروع کرد. من امیدوارم ببینید آقای یزدی، آقای شاهرودی و آقای لاریجانی سابقه قضایی نداشتن، آقای رئیسی 40 سال سابقه قضایی داره. اگر واقعا میخوام با فساد مبارزه کنیم که کار قوه قضایی است و متاسفانه خودش فاسد شده، بایستی از همه اینها کسی نگذارید، همه این بزرگ ها رو باید بندونه. بله. اشاره کردید که 40 سال آقای رئیسی در قوه قضایی بوده. بعضی میگن که همین نشون میده که آقای رئیسی هم جزء
سیستم بوده، جزء همین ساختار بوده، چطور میشه بهش امید بست؟ ببینید آقای رئیسی یه موقعی در سازمان بازرسی بود، اتفاقا در گزارش شما آمد، ایشون 124 پرونده رو در اختیار آقای پاریزدار قرار داد که اینو بررسی کن، که همه ما رو مثل همه آقای یزدی توش بودش که اون لاستیک دنا رو گرفته بودن، یا بقیه همه مسئولین بودن، از آقای طبسی تو این پرونده ها بود، امامی کاشانی، یزدی و همه این آقایون، که آقای پاریزدار راهی زندان شد. من انتظارم اینه که آقای رئیسی که اون موقع 124 پرونده به عدد به تعبیر خودت 124 هزار پیامبر در اختیار آقای پاریزدار گذاشتی که بررسی کنه، اما او وارد زندان شد و اون آقایون حضرات موندن. اگه میخواد کاری انجام بدی، بسم الله، واقعا اراده کنید این قوه قضاییه اگه درست بشه همه جا درست میشه. گفت هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. این نمک الان گندیده، همه جاشو نگاه میکنیم، وقتی رجوع میکنیم همه چی خرابه. اگه میخوان درست کنی از محمود صادقی شروع کنی، از پرونده هایی که الان برای ما همه الان بنده احضار شدن دادگاه انقلاب، برای چی؟ برای اینکه گفتم آقا تخلف قصه سیل پارسال رو بررسی کنید، مقصر انسانی داره، اونا محکوم شدن، بنده هم باید برم به عنوان تبلیغ علیه نظام. اینجا خطاست دیگه. من تبلیغ علیه نظام کردم که گفتم سیل مقصر انسانی داره. اصلا میشه واقعا به این نهاد امید بست در حالی که چندان نهاد دیگه‌ای وجود نداره که به شکلی شفاف بررسی بکنه یا بازرسی بکنه از کار قوه قضاییه؟ ببینید در واقع اولا به کل قوای دیگه هم امیدی نداریم، اما ناامید نباید بشیم، در ناامیدی بسی امید از قوه مقننه‌مون که ساقط شده، الان قانونگذاریمون که ساقط شده، قوه قضاییه رو من امیدوارم با توجه به اینکه اولین بار کسی اومده که سابقه قضایی داره، ما به جای اینکه منفی بگیم باید تشویق کنیم، بهشون بگیم افوای شب عید خیلی خوب بود، به سیاسیونم خورد، باید تشویق کنیم که زندانها رو خالی کنه، زندانهای عقیدتی سیاسی رو خالی کنه و به خصوص با مفاسد، حالا با این مفسدان پرش کنن. اگه بناس زندانی داشته باشیم، مفسدانی که در حکومت به خصوص، در همه قوا فرقی هم نمی کنه، ما در مجلس ما شاءالله تا دلتون بخواد از این رشوه خاران و راند خاران داریم، در قوه مجریه تا دلتون بخواد از این حقوق های نجومی بگیران و املاک نجومی بگیران، پرونده آقای قالیباف که معاون شما بودن در انتخابات، آقای رئیسی، آقای قالیباف پرونده ای دارد که شورای شهر، الان هم میگیم شورای شهر به ما خیانت کرده، آقایون اصلاح طلب میگید 12 تا پرونده فرستادیم قوه قضاییه، از هر کدوم سوال میکنیم اسامی کیان، میگم ما نمیدونیم. پس چطور فرستادین و نمیدونید؟ جدی بیستیم و شدنیست و آقای رئیسی رو به جای اینکه بگیم خب آقای امید نداریم، بگیم وظیفه داری انجام بده. آقای خزعلی، حرف شما تقریبا شبیه اون شعره که میگه گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. چطور میگید که باید خوشبینی رو حفظ کرد با چنین شرایطی؟ ببینید من دارم میگم در نومیدی بسی امید است. من دارم میگم لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی نومیدی خودش گناه بزرگیه، نه اینکه واقعا جایی رو ما سالم سراغ داریم. همین که شما فرمودید گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند، متاسفانه از صدر تا ذیل آلوده شده، اما خب باید کاری کرد، نمیتونیم ناامید شیم و باید کار کرد و هر کسی کار کرد کمکش کنیم، تشویقش کنیم. من معتقدم الان بایستی آقای رئیسی رو حمایت کرد که بتونه با این مفسدان جدی برخورد کنه. نگیم حالا ایشون هم بوده قبلا، بله ما هم میدونیم بوده ایشون، ما هم میدونیم مسئولیت داشته، اما الان تکلیف چیه؟ اگر ورود کرد تشویقش کنیم و مطالبه که آقای قالیباف هم ما انتظار داریم. بله. بالاخره آقای دکتر نجفی شهردار و شورای شهر گفتن ما 12 تا پرونده فرستادیم، اینا کیا هستن و بررسی میشه. اگر بررسی شده بود الان قالیباف رئیس مجلس نبود. بسیار خوب آقای کاری کردید، یه جوری باشه که مردم نگن طرفدارای خودشون نمیگیرن، فقط مخالفینو دارن میگیرن، این حالت داشت. بله آقای خزعلی، شما یه اشاره کوتاهی در ابتدای حرفاتون داشتید که شایبه این وجود داره که گویا بخوان خانواده لاریجانی رو بزنند. چرا باید این کار صورت بگیره؟ چه خطایی از اونها ممکنه دیده باشند؟ ببینید یه موقعی آقای شاهرودی رئیس قوه بود، یک عکس‌هایی منتشر کرد، امام، آقای خامنه‌ای و خودش، دو طرف در واقع یک تمایلی به این بود داشت که جایگاه رهبری رو بگیره. آقای شاهرودی دیگه منسی شد، خبری ازش نبود تا وقتی که دیگه بیمار بود و
روبه مد آوردنش رئیس مجمع کرد و در مجمع هیچ وقت شرکت نکرد چون واقعا بیمار بود و فوت کرد. یعنی در واقع اون خطر رفع شد و ایشون حذف شد. یک بخشی از این قدرت نگاه میکنه که آقای لاریجانی بعد از ریاست قوه با کارهایی که کرده هوس کرده با پشتیبانی جاهایی که ما نمیخوام اسم بیاریم، شاید سر در خارج از کشور داشته باشه، هوس کرده بود جانشین رهبری بشه. اینجا بخشی از قدرت که اجازه این کار رو نخواهد داد، خب شروع کردن با ایشون مقابله کردن و به حق نه ناحق، یعنی برخوردهای با ایشون بسیارش به حق بود، یعنی خطاها جدی بود و باید برخورد میشد. الان هم ادامه داره. من فکر میکنم اون نگاه به قدرت فرادست باعث شد که بخشی از حاکمیت که اجازه نمیداد هر کسی هم به اونجا نگاه کنه، الان هم دارم میگم اگه آقای رئیسی هم به اونجا زیاد نگاه کنه، این مسیر رو ایشون هم خواهد رفت. من فکر میکنم هر کسی به کار خودش بپردازه، دنبال بالا رفتن و بالا رفتن بودن بعضی موقع ها خطراتی داره، ولی دعوا دعوای درون قدرت است، به من و شما ارتباطی ندارد، ولی برای ما شاید چیزهایی رو روشن کنه متاسفانه. ممنونم از مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران. قاسم شعله سعدی، استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران، از همین شهر روی خط تلفن با ما هستن. آقای شعله سعدی، مایل بودیم که شما رو با آقای خزعلی با هم در بحث داشته باشیم، ولی خب ارتباط ما برقرار نشد. آقای خزعلی اشارهش این بود که در هر صورت آقای رئیسی ممکنه که کارهایی رو بخواد بکنه ولی محدودیت‌هایی هم داره. شما چی فکر میکنید؟ آنچه که الان رخ داده رو تصور میکنید که تلاش آقای رئیسی است برای مبارزه با فساد؟ ببینید، البته آقای رئیسی دلش میخواد اینجوری جیا بیفته، مردم باور کنم که ایشون میخواد با فساد مبارزه کنه. شاید یکی از دلایلش این باشه که ایشون هوس کنه دوباره کاندیدای ریاست جمهوری بشه، با توجه به بحران رهبری که در ایران وجود داره هم حالا، و به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای علاقمند هست پسرش رو بکنه رهبر، اما پسرش پایگاه مردمی نداره، حتی پایگاه حقوقی چندانی هم نداره. شاید ایشون پر بده به یک سناریوی دو مرحله ای که رئیسی رو بکنه رهبر، بعد رئیسی پسر ایشون رو بکنه قائم مقام. و برای این کار به نظرم دو تا پیش نیاز بود، یکی این که رئیسی بشه رئیس جمهور که تلاش کرد اما نشد، خب بعدش البته ریاست قوه قضاییه رو به ایشون داد و اون توجیهت امام رضا که اینها همش میتونست اعتبار برای ایشون جمع بکنه. و اگر یادتون باشه در موقعی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، 50 نفر از خبرگان ایشون رو به عنوان کاندیدای اصلح معرفی کردن، در حالی که ربطی به خبرگان نداشت اصلا. لذا این تنبیا هست که دو تا پیش نیاز داشت، یکیش این که رئیسی بشه رئیس جمهور، یکی این که رفسنجانی مثلا نباشه، که رفسنجانی حالا به نحوه خیلی خب اگر متمرکز بشیم بر روی همین بحث، آنچه که امروز در حال رخ دادن هست در ایران، آقای خزعلی هم اشاره کردن که شایبه های وجود داره که ممکنه اصلا یک دعوای سیاسی در جریان باشه تا اینکه واقعا مسئله فساد در میون باشه. نظر شما در این باره چیه؟ میتونه هرگاش هم باشه، برای اینکه ایشون بخواد یک موقعیتی در افکار رو پیدا کنه، بالاخره باید ایشون بگه که با فساد هم با مبارزه میکنه، در حالی که مثلا یکی از شاخص ها برای این که آدم باور کنه ایشون با فساد مبارزه کنه، برخورد به خود آقای قالیباف که مختلف ایشون بوده. اگر در سال 96 که اینا کاندیدای ریاست جمهوری باشه بودن توجه رو کردیم، می‌دیدیم هم دیگر لو میدن و پته همون میزان روی آب. آقای حسن روحانی گفت این آقای قالیباف یک پرونده ای داشت که من مردانگی کردم و اون رو نذاشتم جلو بره، که کار خیلی زشتی کرده ایشون از چنین چیزی بوده. یا اینکه در شهرداری تهران شایع هست که حدود 50-60 هزار میلیارد تومان شهرداری رو بدهکار کرده، چون این آقای خواسته شبه باشه قراردادهای همین جوری امضا کرده با شرکتایی که پروژه درست کنن تا ایشون بتونه بیلان بده، الان شهر تهران رو بدهکار کرده.
منتها یه مشکلی هم که آقای خضری شاید گفته محدودیت هایی داره، ببینید اینه الان یه دادگاه های درست شده به نام دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی، در حالی که این دادگاه از بی خودش غیر قانونی هست، به خاطر اینکه طبق اصل 159 قانون اساسی تصریح میکنه این اصل که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات کشور هست و تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت دادگاه منوط به حکم قانون است. قانون یعنی اون چیزی که مجلس تصویب کنه، نه اون چیزی که آقای خامنه ای تعیین میکنه. و این دادگاه ها به دستور آقای خامنه ای درست شد. یا اینکه ما الان قانون داریم که در دادگاه تجدید نظر موقعی که کسی تجدید نظر خواهی کرده و محکومیت زندان داشته، دادگاه تجدید نظر طبق قانون باید تشکیل جلسه میداد و با جلسه رسیدگی تصمیم گیری کرد. آقای خامنه ای گفت نه، اصلا نیازی نیست، یعنی یه قانون صریح رو نقض در واقع نسخ کرده. درست. نظام ما مشکل بودیم که جنب که با فساد مبارزه کنن از راه قانونیش نمیشه. اینش هم یه مسئله جدی برای کشور واقعا. در هفته اخیر تصویری بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک پیرزن رو با بولدوزر جابجا می‌کردند، آلونک اون رو خراب کردند، اون جان داد در این جریان، و امروز حرف از دو تا کاخ سر به فلک کشیده در تهران بوده که مسئله رشوه مطرحه، یکیش در فرمانیه، یکیش در کامرانیه. واقعا این سیستم توان این رو داره، حتی اگر اراده‌ای باشه، حتی اگر آقای رئیسی هم بخواد، که به چنین جراحی دست بزنه؟ عبدالله نمچنم که اراده‌ای هست و نه آقای رئیسی چنین قدرتی داره. نجدا و این دادگستری ما واقعا با مشکلات اساسی مواجه هست. ما قبل مشکل خوبه قضایی این هست که اصلا دانشگاه های ما که علوم انسانی رو تدریس میکنن فشل شدن و با مشکل مواجهن، از جمله دانشگاه های حقوق ما که کسانی رو تربیت کرده که الان ما مشکل داریم در دادگستری و نفوذ به نهادهای امنیتی بعد دادگستری اصلا دیگه بر چه چی پوشیده نیست. حالا یه روزی من این رو گفتم در نامه خطاب به صادق لاریجانی، یه سال نیم عرض به من دادم. خلاصه مشکلات یکی دوتا می ساختاری هست و اراده های پولانی متشکرم. نه اراده یه نفر، اراده کل حاکمیت رو میخواد. من چنین اراده رو نمیبینم در این سیستم فعلی کشور. سپاسگزارم از قاسم شعله‌سعدی، استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران. جو بایدن به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقابل دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت. معاون سابق باراک اوباما گفته که در صورت پیروزی آمریکا را به توافق هسته‌ای با ایران برمی‌گرداند. ایران ظاهراً درهای مذاکره با دولت ترامپ را بسته و به انتخابات آینده آمریکا چشم دوخته. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. جو بایدن پس از چند ماه انتظار بالاخره رسماً به عنوان نامزد حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. بعد از کنار رفتن برنی ساندرز، نامزدی او برای انتخابات تقریباً قطعی شده بود. اعتراض‌های نژادی کم سابقه در آمریکا که در پی مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست، هنگام بازداشت توسط پلیس به راه افتاد و بحران کرونا انتخابات آینده را غیر قابل پیش بینی تر از قبل کرده. اما این انتخابات هم برای سیاستمداران ایرانی هم آمریکایی اهمیت ویژه‌ای دارد. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یا برجام و بازگشت تحریم‌ها، آمریکا همواره سعی داشته با ادامه سیاست فشار حداکثری ایران را وادار به مذاکره کند. اما سوال این است که در صورت برنده شدن جو بایدن در انتخابات آینده چه تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران به وجود خواهد آمد؟ این سیاستمدار کهنه‌کار که 8 سال معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین بود، یکی از مدافعان سرسخت برجام است. موضوع اصلی اختلاف ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ. توافقی که ما با ایران کرده بودیم مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شد. در این توافق
بازرسان اجازه دسترسی به اماکن هسته‌ای را داشتند و تایید می‌کردند که توافقنامه به درستی در حال اجراست. ترامپ از توافق خارج شد. ایران دوباره برنامه‌های هسته‌ای خود را به شکلی تحریک‌آمیز از سر گرفت و خطر شروع جنگی دیگر در منطقه بیشتر شد. دونالد ترامپ پس از آزادی مایکل وایت، زندانی آمریکایی، از ایران تشکر کرده و بار دیگر از توافق با جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. از زمانی که رئیس جمهور شده ام بیش از 40 آمریکایی گروگان و زندانی را آزاد و به خانه بازگردانده ایم. از ایران تشکر می کنم. این نشان داد که توافق ممکن است. رئیس جمهوری آمریکا که می داند توافق احتمالی با ایران می تواند برگ برنده او در انتخابات باشد، در یک توییت دیگر به صراحت دست دوستی به طرف ایران دراز کرد. برای توافق منتظر نتیجه انتخابات آمریکا نمانید. من در انتخابات برنده می شوم. الان شما به توافق بهتری می توانید برسید. واکنش ایرانی ها متفاوت بود. محافظه‌کاران هر گونه مذاکره و سازش با آمریکا را عقب نشینی دانستند. وزیر خارجه ایران هم توپ را به زمین آمریکا انداخت. ما به رغم تلاش زیردستانتان به یک تبادل بشر دوستانه دست یافتیم. ضمناً ما قبل از سرکار آمدن شما یک توافق برجام را داشتیم. ایران و دیگر شرکای برجام میز گفتگو را هرگز ترک نکردند. مشاوران شما که اکثرشان را هم کنار گذاشته اید، دست به قمار نابخردانه ای زدند. به شما بستگی دارد که چه زمانی تصمیم بگیرید آن را رفع و رجوع کنید. حالا همه نگاه ها به انتخابات ماه نوامبر است. جو بایدن قول داده در صورت پیروزی آمریکا را به برجام برگرداند و همین شاید باعث شده ایران فعلا تا 5 ماه دیگر ترجیح دهد که نظاره‌گر رقابت‌های انتخاباتی آمریکا باشد. اگر تهران به برجام بازگردد، من به این توافقنامه برمی‌گردم و تلاش می‌کنم همراه همپیمانانمان این توافقنامه را تمدید و قوی‌تر کنیم. در همین حال مانع بی‌ثبات کردن منطقه به دست ایران خواهیم شد، چرا که بر اساس توافق همراه شریکان خود می‌توانیم این کار را انجام دهیم. در تهران محافظه‌کاران معتقدند که آمدن بایدن فرقی به حال ایران نمی‌کند و تغییر سیاست آمریکا علیه ایران را خوشخیالی می‌دانند. اما سوال این است که ایران چقدر می‌تواند به روی کار آمدن یک رئیس جمهور دموکرات در آمریکا امید ببندد. کاوه مشکات، بی بی سی. اولی هاینونن، معاون مدیر کل اسبق سازمان بین المللی انرژی اتمی و همینطور پژوهشگر ارشد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی استیمسون از نیویورک با ماست. آقای هاینونن، از حرفای آقای ترامپ برمیاد که گویا جمهوری اسلامی منتظر برنده شدن جو بایدنه. شما هم چنین حسی دارید؟ خب من فکر میکنم که باید ببینیم که مردم آمریکا اول چطور رأی میدن و نتیجه چه خواهد بود. الان شاید خیلی زود باشه، الان اتفاقات متفاوت دیگری داره در خیابانهای آمریکا میفته، باید منتظر باشیم و ببینیم. آقای ترامپ گفته که بهترین زمان برای ایران اگر بخواد وارد گفتگو با آمریکا بشه الانه. تا چه اندازه آقای ترامپ جدی است؟ آیا گام عملی برداشته؟ خب دست کم سیاست فشار حداکثری یکی از اون سیاست‌هایی بوده که او دنبال کرده و امیدوار هست که براش نتیجه بده و زمینه رو برای گفتگوها هموار کنه. اما از دیدگاه عملی اگه به قضیه نگاه کنیم، تجربه من در گذشته نشون میده که مقطع کنونی، این مقطعی که فشار وارد شده، هنوز کوتاه‌تر از اونی است که بتونیم نتیجه خاصی رو ازش انتظار داشته باشیم. ایران همیشه گفته که آقای ترامپ اگر حرف از مذاکره میزنه باید یک گام عملی برداره صرف نظر از گفتگو. آیا آقای ترامپ فکر میکنید که در این موقعیت باشه که به چنین خواسته ایران توجه بکنه؟ البته او اگه بخواد میتونه این کارو بکنه، ولی خب او هم در ازای قدمش خواسته هایی داره و همواره گفته که به ویژه در حیطه مثلا غنی سازی اورانیوم و همینطور برنامه های نظامی ایران
و همینطور تعهدات ایران نسبت به سازمان بین‌الملل انرژی اتمی خواستهایی داشته و در کنار اون رفتار ایران در خاورمیانه هم مد نظرش بوده. بنابراین توقعات زیادی هم ترامپ داره از ایران که خواست که میخواد که ایران هم قدم‌هایی رو برداره. آقای هاینونن، شما برنامه اتمی ایران را از نزدیک دنبال میکردید، توافق برجام به دست اومد. آیا واقعا مسئله آقای ترامپ برنامه اتمی ایرانه یا اینکه ممکنه تغییر رژیم باشه، ممکنه خواسته دیگه ای داشته باشه؟ خب او احتمالاً بلند پروازی ها و آرزوهای زیادی داره، اما اگر به برنامه هسته ایران نگاه کنیم و رفتار ایران داشته باشیم، خب این جنبه تأثیر زیادی در خاورمیانه داشته و حالا سوال اینجاست که آیا کشورهای دیگر نمونه ایران از مثال ایران تبعیت خواهند کرد، مثلا در زمینه غنی کردن اورانیوم، چون الان ایران در واقع پیشگام بوده در این زمینه و حالا ما باید این قضیه رو زود حلش کنیم تا اینکه مشکلات مشابهی رو در بقیه منطقه شاهد نباشیم. شما در آژانس بین المللی انرژی اتمی بودید، با مذاکره کننده های ایرانی آشنایی کامل دارید. چه توصیه‌ای میکنید به ایران؟ اگر شما به جای مذاکره کنندگان ایرانی بودید، الان در این مقطع پیش از انتخابات آمریکا چه کار میکردید؟ من فکر میکنم که باید به خلاقانه فکر کنن. سه کار رو باید بکنن. اول از همه رفتار ایران در خاورمیانه و حمایتش از برخی از سازمان‌ها که خب یک بحث سیاسی هست ولی خب ارتباط پیدا کرده به بحث هسته‌ای. نکته دوم، نیاز ایران هست به غنی‌سازی اورانیوم و اهداف برنامه هسته‌ایش که باید معلوم بشه. ایران طبیعتاً این حق رو داره که انرژی هسته‌ای داشته باشه، اما این حق ایران همگام هست و همراه هست با مسئولیت‌های ایران. بنابراین ما در گزارش‌های اخیر سازمان بین‌الملل انرژی اتمی می‌بینیم که ایران در این زمینه خوب عمل نکرده و بعد یک رویکرد جدیدی رو شاید بعد لازم شاهد باشیم از جانب ایرانی‌ها در زمینه غنی‌سازی اورانیوم. اگر که واقعا به اورانیوم نیاز دارن، با توجه به شرایط خودشون، نیازهای اقتصادی خودشون، در همگام با عمل به تعهدات ایران باید در این زمینه قدم بردارن. آقای هاینونن، 4 ماه و 25 روز بیشتر تا انتخابات آمریکا نمونده. فکر میکنید که اینها در 4 ماه قابل انجام و قابل راستی آزمایی و قابل ارائه به آمریکا هست؟ من فکر میکنم که زمان کم کم داره یه خورده کم میشه، وقت داره یه خورده تنگ میشه. اگر که به موارد مشابه و مذاکراتی که ایران در جهان در گذشته داشته، جامعه بین المللی در گذشته با ایران داشته، در سالهای قبل میبینیم که خب اول بحث توافق بود و بعد چیزهایی که به اون اضافه شد و بعدن دربارش صحبت کردن و یه 2 سالی طول کشید تا در نهایت به 2005 رسیدیم و بعد از اون حرکت به سمت برجام یه 3 سالی وقت گرفت. بنابراین خورده سخته که بگیم در چنین زمان کوتاهی بشه یک راه حل ریشه‌ای در این 3-4 ماه آینده شاهد بود. آقای هاینونن، اگر بخواید به آقای ترامپ یک توصیه بکنید که مشکل آمریکا رو با ایران حل بکنه در همین 4 ماه و 25 روز، چه کار به نظر شما باید بکنه؟ فکر میکنم که او باید به صورت مشخص و صریح بگه که چی میخواد، چه تقاضاهای دیگری داره ایالات متحده، و اون وقت همزمان یک طرحی رو روی میز بگذاره که اگر ما این کار رو بکنیم، شما هم باید این کار رو بکنید، و خیلی روشن بگه که قدم به قدم در این 4 ماه
چطور میخوان که پیش برن و اون وقت باید جامعه بین المللی هم با خودش همراه کنه. اینم خیلی مهمه. نمیشه که با ایران به توافق برسید اونطور که مثلا با کره شمالی آمریکا توافق امضا کرده، ولی در نهایت باید حمایت شورای امنیت سازمان ملل رو داشته باشید و دیگر بازیگران اصلی عرصه جهانی، به خصوص دیگر اعضای گروه 5+1. و همچنین باید بیاد داشته باشیم که اگر محدودیت هایی در کار باشه در ارتباط با مثلا پادمان ها، در ارتباط با MPT معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای، باید که این موانع را هم از سر راه بردارن. و بعد وقتی که بحث پیاده کردن توافق میشه، باید که فرایند خیلی شفاف باشه. گزارش هایی که باید سازمان بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بده، باید اینها خیلی شفاف باشن، وگرنه شاید تنش بیشتر خواهیم بود. آقای هاینونن، پیشبینی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگر غیر ممکن نباشه در شرایط فعلی بسیار سخته. اگر آقای ترامپ دوباره برنده بشه، چقدر کار بر جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه؟ خب این به ایران و رفتار ایران هم بستگی داره. از طرف دیگه باید به یاد داشته باشیم که این آخرین دوره ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ خواهد بود اگر برنده بشه، و بنابراین او هم در سالهای گذشته درس‌های آموخته از سیاست خارجی ایالات متحده، بنابراین شاید یک سری تغییراتی رو ببینیم. و در نهایت اگر آقای بایدن برنده بشه، تا چه اندازه تضمینی وجود داره که ایران دوره آسانتری رو طی بکنه در رابطه خودش با آمریکا؟ خب دست کم شاید از نظر شخصیتی، خب رئیس جمهور آمریکا فرد متفاوتی خواهد بود و این ممکنه تبعاتی داشته باشه، ولی خب فکر نکنیم اگر آقای بایدن انتخاب بشه یک دفعه سراسیمه میره دوباره به سمت اجرا کردن برجام انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. باید ببینیم که او دقیقاً سیاست خارجیش، سخنرانیش درباره سیاست خارجی رو هنوز نشنیدیم بعد از انتخاب رسمیش به عنوان نامزد دموکرات ها. باید ببینیم که او و افرادی که پیرامون او هستند، مشاورانش، چه تغییراتی مد نظرشون خواهد بود برای اینکه دوباره برگردن به سمت اجرا کردن و اجرای کردن برجام، و اون وقت احتمالاً شاید یک برجام دو خواهیم بود. ممنونم از اولی هاینونن، معاون مدیر کل اسبق سازمان بین المللی انرژی اتمی در نیویورک. باید اضافه بکنم که میخواستیم با تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشه کده کوینسی هم صحبت بکنیم. متاسفانه به دلایلی آقای پارسی نتونستن خودشون رو به برنامه برسونند. اما رمضان عبدالله، دبیر کل پیشین و پرسابقه جهاد اسلامی فلسطین درگذشت. او طی سالهای 1995 تا 2018 میلادی رهبر این گروه ضد اسرائیلی و نزدیک به جمهوری اسلامی بود. رمضان عبدالله بارها به تهران سفر کرده بود. کیوان حسینی برای ما از این گروه شبه نظامی میگه که از پیش قراولان اسلامگرایی در غزه و کرانه غربی محسوب میشه. رمضان عبدالله شاید معروف ترین چهره سالهای اخیر گروه جهاد اسلامی در ایران بود. او بارها به تهران سفر کرده بود و با عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای دیدار کرده بود. همیشه هم صحبت از کمک مالی ایران به این گروه بود، کمک هایی که هیچ وقت رقم دقیقش روشن نمیشه و گمان زنی ها و گزارش هایی از ارقام چندین میلیون دلاری و گاهی چند صد میلیون دلاری منتشر میشه. اما گروه جهاد اسلامی دقیقاً چیه؟ چه ماهیتی داره و از کجا اومده؟ ریشه ماجرا برمیگرده به ورود اسلامگرایی به مناقشه اعراب و اسرائیلی ها. نقطه عطف ماجرا هم سال 1967. در این سال اسرائیل سرزمین های فلسطینی رو در جنگ 6 روزه اشغال کرد. واقعیت اینه که فلسطینی ها به ایده های سیاسی مختلفی دل بستند و شکست خوردند. از ملیگرایی عربی و امید برای تشکیل یک ابرکشور عربی که فلسطین هم بخشی از اون باشه، تا هویت ملی فلسطین و تشکیلات سکولار برای استقلال فلسطین. در دهه 70 میلادی یه بار دیگه کشورهای عرب از اسرائیل شکست خوردن. مصر قید دشمنی با اسرائیل رو زد و عملاً پشت فلسطینی‌ها رو خالی کرد.
با این حال اسلامگرایی تا دهه 80 و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در جنبش‌های سیاسی فلسطینی‌ها به عنوان یک راه حل جایگزین مطرح نشد. دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران گروه جهاد اسلامی تأسیس شد. این اتفاق تحت تأثیر افکار سه نفر رخ داد. اول از همه حسن بنا، بنیانگذار اخوان المسلمین در مصر قبل از جنگ جهانی دوم. نفر بعد سید قطب، تئوریسین معروف اخوان در رقابت با ملی‌گرایی عربی. و سومین چهره هم روح الله خمینی، روحانی شیعه و رهبر انقلاب اسلامی در ایران. آمیزه ای از ایده های این سه نفر الهام بخش مردی شد به نام فتحی شقاقی که اهل غزه بود و تحصیل کرده مصر. او همراه حلقه ای از فلسطینی هایی که در مصر درس خونده بودند و با اخوان المسلمین آشنا بودند، گروه جهاد اسلامی را تأسیس کرد. کار مهمی که این گروه در زمینه ایدئولوژیک انجام داد و در جریانش از کمک ایران بهره برد، ساختن یک گفتمان جدید برای مبارزه با اسرائیل بود. در این گفتمان، به جای مقابله اعراب و اسرائیل، صحبت از جدال مسلمانان با یهودیان بود. بر مسلمان بودن فلسطینی ها تاکید می شد و در کنار ضد اسرائیلی بودن رویکردی ضد غربی، ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی هم داشت. تأثیراتی که این گروه از اسلامگرایان ایرانی گرفته بود و باعث شد راهشون از اخوان المسلمین جدا بشه. این گروه سالها قبل از حماس به کمک تهران و دمشق مبارزه مسلحانه خودش رو شروع کرد. عبدالله رمضان هم که امروز خبر درگذشتش منتشر شد، از میانه دهه 90 میلادی و بعد از کشته شدن فتحی شقاقی رهبری گروه رو به عهده داشت. جهاد اسلامی یکی از تندروترین گروه‌های فلسطینی محسوب میشه که در این سالها بارها به عملیات انتحاری دست زده و در شلیک خمپاره و موشک به طرف اسرائیل ید طولایی داره. البته اسرائیل اصرار داره که همه این تشکیلات و تسلیحات و تونل‌ها و خمپاره‌ها با پول ایران تهیه شده. ایران جزئیات کمک‌ها رو اعلام نمی‌کنه، اما اصل مطلب رو هم پنهان نمی‌کنه. نه فقط در تبلیغات رسمی، بلکه حتی در دیدار با چهره‌های فلسطینی اظهار نظرهایی میشه که اصولاً حمایت از فلسطینی‌ها رو وظیفه حکومت ایران می‌دونه. مسئله فلسطین یک مسئله اساسی است. نگاه ما به مسئله فلسطین صرفاً نگاه موضعی و منطقی نیست. جنگ بین اسلام و غرب. ما البته حمایت از شما رو، حمایت از فلسطین رو، حمایت از قضیه فلسطین رو وظیفه خودمون میدونیم و این رو انجام خواهیم. از حدود دو سال پیش که عبدالله رمضان به کما رفت، زیاد نخاله رهبری این گروه رو به دست گرفت و طبیعتاً خیلی زود به تهران رفت و اونطور که وبسایت آیت الله خامنه ای نوشت، به رهبر جمهوری اسلامی گزارش کار داد. حالا دیگه 40 سال بعد از قدرت گرفتن اسلامگرایان در ایران، اسلامگرایی به یک واقعیت روزمره مناقشه خیلی از فلسطینی ها و اسرائیلی ها تبدیل شده. واقعیتی که از نگاه بعضی بدون حمایت ایران وقتی برای موفقیت نداشت یا دست کم تا این حد گسترش پیدا نمی کرد. ممنونم از کیوان حسینی. مهرداد فرهمند هم با ماست. مهرداد، بعد از مرگ او تکلیف این تشکیلات چی میشه؟ هنوز هم ایران میتونه بر روی این سازمان به عنوان یک اهرم حساب کنه؟ الان خب 2 سال بود که رمضان عبدالله در رأس سازمان جهاد اسلامی نبود و همچنان هم ارتباط این سازمان با ایران برقرار بود. تغییری در این سازمان ایجاد نشده بود و نکته‌ای که در مورد این سازمان جهاد اسلامی باید در نظر داشت، آنچه میتونه اهمیتش رو به بررسیش کمک بکنه مقایسهش هست با حماس. حماس و سازمان جهاد اسلامی 2 سازمان قوی هستند در غزه که اینها به نوعی در اونجا میشه گفت مهمترین نیروهای موجود هستند و تفاوتی که با اینها دارن اگه بخوایم مقایسهشون بکنیم در نوع ارتباطشون با ایران مشخص میشه. درسته که هر دوی اینها از پشتیبانی مستقیم ایران همیشه برخوردار بودند، از همون آغازی که به وجود آمدند تا به حال، اما سازمان جهاد اسلامی بیشتر مورد وثوق و اعتماد ایران بوده تا حماس. در تاریخ حماس
برهه‌هایی بوده که این سازمان از ایران دور شده و به نوعی باعث سلب اعتماد ایران از خودش شده. به طور مشخص قضیه سوریه این شکاف رو ایجاد کرد وقتی که رهبران حماس که در سوریه بودند در یک مقطعی اومدن و جبهه گرفتن در مقابل حکومت سوریه، در حالی که اینها خودشون سالیان سال در اونجا پناه گرفته بودند. و زمانی که در مصر محمد مرسی رئیس جمهور شد، اخوان المسلمون اونجا سر کار اومدن، به خاطر اینکه حماس هم ریشه های اخوانی داره رفت و در واقع تصور کردن که میتونن از این وقت پشتیبان اصلیشون رو مصر بکنن، که بعد با فروپاشیدن حکومت اخوان چنین نشد. در مورد جهاد اسلامی اما هیچ وقت این چنین نبوده. جهاد اسلامی همیشه با ایران اتحادش رو حفظ کرده، رهبرانش معمولا خارج بودن، همینطور که خود الان زیاد نخاله در سوریه است، رمضان عبدالله در سوریه بود، فتحی شقاقی در خارج بود، اما خود سازمان در غزه پایگاهش در اونجاست و سازمان مهمی هم روی زمین حساب میشه. ممنونم از مرداد فرهمند. دوران قرنطینه تموم بشه، منم سلمانی برم مرداد، تو هم بد نیست یه سری بزنی به سلمانی. اما شمیلا کوهستانی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال افغانستان، مدتی است که برای افغان‌ها به ویژه زنان از طریق شبکه‌های اجتماعی آموزش تناسب جسمانی برگزار می‌کند. خانم کوهستانی که در لس آنجلس آمریکا زندگی می‌کند می‌گوید هدفش از این کار حمایت از زنان افغان است، مخصوصاً آنهایی که به ورزشگاه دسترسی ندارند یا به دلایلی مثل قید و بندهای سنتی و مشکلات امنیتی نمی‌توانند بیرون از خانه ورزش کنند. شمیلا کوهستانی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، از لس آنجلس با ماست. خانم کوهستانی، شما فوتبالیستید، ورزش‌های برای تناسب جسمانی هم انجام میدید، چطور شد که به فکر آموزش اون به زنان افتادید؟ سلام برای شما جمال مسیح و بیننده‌های عزیز. هدف اصلی من از ایجاد این کانال ورزشی خدمت رسانی به هموطنان و مخصوصا خانما که دسترسی به جمع‌نظمی ها ندارن و یا این که نسبت به مشکلات فامیلی و امنیتی نمیتوانن جیم برن ورزش کنن، چون ورزش بالای صحت سلامتی خودم تاثیر بسیار مثبت داشته. از این خاطر من خواستم که یک فرصت را ایجاد کنم که بتوانم مردم خود را تشویق کنم به ورزش‌های روزانه که بسیار زیاد بالای صحت نه تنها جسمانی ما، روحی و روانی ما هم تاثیر مثبت دارد. واکنش‌ها چطور بوده، خصوصا زنان افغانستان در داخل؟ واقعا اگر صادق باشم بسیار واکنش‌ها مثبت بوده، مخصوصا از خانم ها، حتی بسیاری مرد ها هم تماس گرفتن، استقبال کردن از این کار ما و تمریناتی را درخواست کردن که برایشان آموزش بدم که مربوط به عضلات مشخص بدن می باشه. مخصوصا خانم ها بسیارش گفتن این کار بسیار نیک است، چون نمی توانن نسبت به شرایط امنیتی و ای که جامعه افغانستان سنتیز بتانن از خانه بیرون شوند همیشه به خاطر ورزش. نسبت به این اینا می توانند که به بسیار آسانی تمریناتی که من درست میکنم از خانه اجرا کنند، چون این تمرینات مرد و زن، پیر جوان ندارم. من تمرین های مختلف درست میکنم که هم برای دوستانی است که تازه ورزش شروع کردن، هم کسانی است که حتی روزانه ورزش میکردن اما حالا نسبت به قرنطینه نمیتونن که جمنیزیم برن. خانم کوهستانی، گفتید که مردها هم میتونن ویدیوهای شما رو ببینن، ازش استفاده بکنن. حرکت خاصی هست که از نظر شما آسون باشه، در این حال بسیار مفید باشه، که بخواید به خانمها و آقایون توصیه بکنید؟ ویدیوهایی که من میسازم در تمامش تشریح دادیم که این ویدیوها برای کدام عضلات است و چقدر مهم میباشه اجرایشان. ما کوشش میکنم همیشه تمرینات انتخاب کنم که زیاد تکنیکی نباشه، که دوستان ما زیاد وقت سپری نکنن به خاطر اجرای تمرین، اما کوشش کنن که ورزش کنن، چون هدف ما هدف این است که دوستان تشویق کنم به ورزش. حرکات مختلف ما همیشه تشریح کردیم که مربوط به عضلات شکم، پا و بالای تنه میباشد. هر کدام این نسبت به وقتی که دارن، چه وقت می توانن از طرف صبح یا از طرف شام بعد از کارا تمرینات انجام دهند. خیلی ممنونم از شمیلا کوهستانی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در لس آنجلس، و امیدوارم که
به ویدیوهای خانم کوهستانی سر بزنید و از تمرین‌های ایشون هم استفاده بکنید. تشکر از شما. و اما دو برادر ایرانی در آلمان مالک یک شرکت بزرگ آمبولانس خصوصی هستند. اونها هر روز عده زیادی رو بین خانه و بیمارستان جابجا میکنن. اما در دوران شیوع کرونا وضع کار اونها هم تغییر کرده. بامداد اسماعیلی در گزارشش برادران سفاری رو معرفی میکنه. ساعت 8 صبح آمبولانس ها ظاهرا هنوز خوابن. بریم ببینیم داخل چه خبر. سلام، صبح بخیر. دست که نمیشه از دور. مرسی، خیلی مرسی. آرمین و مرتضی صفاری دو برادر اهل کرمانشاه. 6 سال پیش آرمین صفاری این شرکت را با خرید یک آمبولانس دست دوم تأسیس کرد و شراکت با برادرش را شروع کرد. او 49 سال است و از دوران جنگ ایران و عراق وارد شغل امدادگری شد. بعد از گذراندن یک دوره در اورژانس و بیمارستان برای هلال احمر کار میکرد. موقعی که جنگ بود تو ایران خیلی هم تجربی برخورد کردیم. دست آزاد بیشتر میشه آدم یاد بگیره تو ایران تا اینجا. اینجا خیلی قانونه. ما تزریقات همه کار انجام میدادیم، حتی کنار دست پزشکم در موقع بمباران کرمانشاه که بود، هرچند سنمون کم بود ولی خب هم بازم به پزشکا کمک میکردیم. همون موقع با سن کمی که تحرکاتی بودیم، چون واقعا یه دفعه 100 نفر 200 تا زخمی میرفت تو بیمارستان و از همه کادرها میامدن و کمک میکردن، ما میرفتیم کمک میکردیم. خیلی دستمون به هم خاطر تجربات زیادی از خود ایران، از همون جنگ، از کرمانشاه داریم. او حالا تقریباً 25 سال است که در آلمان زندگی می‌کند. در اوایل به صورت داوطلبانه در صلیب سرخ شروع به کار کرد. چون مدرک آرمین صفاری مورد تایید قرار نگرفت، او باید مجدداً 3 سال دوره تکنسین اورژانس را می‌دید. بعد از آن به فکر تأسیس شرکت خود افتاد. من فکر می‌کردم اینا همش دولتیه. بعد یک شرکتی بود در شتوتگارت که شخصی بود، من تقاضا کرد که کار کنم اونجا. من که رفتم اونجا دیدم کسایی هستن شخصی هم میتونن باز کنن. بعد به مرور زمان این آقا نتانست، ورشکسته شد. به همین خاطر خب منم موقعیت رو دیدم، خواستم شانس خودم رو امتحان کنم. اول دفعه یک ماشین گرفتیم و شروع کردیم به کار. آرمین و مرتضی صفاری امروز با 35 آمبولانس و 75 کارمند صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های آمبولانس خصوصی در آلمان هستند. مشکلی که ما داشتیم جا بوده. الان نزدیک یک سال و نیم ما تونستیم اینجا رو، ساختمان جدید رو ما زمین بخریم، خودمون اینو درست کنیم و الان برنامه‌ای که داریم تا آخر امسال ما حداقل باید 30 نفر دیگر هم استخدام کنیم، ماشینامون اضافه کنیم. اگر این کرونا نبود الان ما پیشرفتمون بهتر شده بود. الان نزدیک به از مدتی که این کرونا آمده ما مجبور شدیم یه خود استوب بکنیم، یواش یواش جلو بریم، چون جلو ما رو این کرونا گرفته. ویروس کرونا بر فعالیت شرکت آرمین صفاری هم تاثیر منفی گذاشته است. معمولاً مأموریت‌های اورژانسی از مرکز مدیریت فوریت‌ها در آتش نشانی به او ابلاغ می‌شود. اما حالا مأموریت‌ها 50% کاهش یافته، زیرا بسیاری از آنها به خاطر نرفتن مریض‌ها پیش دکتر لغو می‌شوند. در کنار آن، هزینه‌های ماسک و مواد ضد عفونی هم بسیار افزایش یافته است. اما آرمین صفاری همچنان راضی است. می‌گوید راز موفقیت او همکاری حدوداً 15 عضو خانواده در این شرکت است. باید پشتیبانی داشته باشی که بتانی پشت بهش بکنی. یه مسئله کردی هست که میگه برار پشت و برار زاده هم پشت، درخت بی برادر کی کند رشد. همینه که مثلا ما برادرزادم داداشم اینجا هست، خواهرزادام هستن، اونام از اینا نامدن فعلا دو سه ساله دارن زبان رو یاد گرفتن، اینا هم کمک کار ما هستن. خانم من، خانم برادرمه،
اینا کارهای اداری انجام میدادن. ما از اول خب شروع به کار کردیم، وقت برای ما معنی نداشت. روزی 12 ساعت کار میکردیم، روزی 13 ساعت کار میکردیم که ما محتاج به بیرون نباشیم. امروز آرمین صفاری و همکارانش باید یک شخص سالمند را به بیمارستان ببرند. مریض دمنزه، نمیفهمه چه کار میکنه، به همین خاطر سوند مثانه‌ش رو بیرون کشید که همون کادت بهش میگن، سوند مثانه رو بیرون کشیده و الان دوباره باید سوند مثانه بهش وصل کنه چون نمیتونه خودش رو نگه داره. به همین خاطر امروز هم روز تعطیله، جایی باز نیست، دکتر نمیتونه بره، دکتر خودش رو بره، باید بیاد بیمارستان دوباره همه رو از اول براش انجام بده. آرمین صفاری و برادرش در شرکتشان تعلیم دوره‌های امدادگر اورژانس را هم انجام می‌دهند. علاقمندان می‌توانند در ظرف 3 تا 6 ماه دوره ببینند و با تضمین مشغول به کار شوند. یه چیزی که برای آلمان مهمه اینه که اینا میگن شما کار کو، کارآموزی بکو، جلو دست ما رو نگرفتن و این از طریق آزادی که ما توی کشور آلمان داریم اینو به ما اجازه دادن. ما احتیاج نداشت پارتی بازی کنیم، احتیاج نداشت بریم پول بدیم، رشوه بدیم. اگه ما 100% در ایران بودیم، ما نمی‌دونستیم همچی پیشرفتی بکنیم. پیشرفت ما فقط به رقبتش اینه که در یک کشور دموکراتیک داریم زندگی میکنیم. آرمین و مرتضی صفاری، دو ایرانی که سالها پیش به آلمان پناه آوردند و الان کارفرمای تعداد زیادی آلمانی و مهاجر هستند. بامداد اسماعیلی، کورنوست‌تایم، آلمان. تصاویر زنده‌ای داریم در آخر برنامه 60 دقیقه از آمریکا، از ایالت کلرادو، شهر دنور. اعتراض‌ها در آمریکا همچنان ادامه پیدا کرده. می‌دونیم که این اعتراض‌ها به کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی است که در زیر زانوی پلیس و در مقابل دوربین چند شهروند جان داد. اعتراض ها در همه شهرهای آمریکا کم و بیش در روزهای گذشته ادامه داشته، ولی شدیدترین اون و گسترده ترین اون در واشنگتن بوده و الان آقای ترامپ گفته که گارد ملی رو از پایتخت خارج کرده. بعد از اینکه اعتراض ها شدید شده بود و به خشونت کشیده شده بود، آقای ترامپ به گارد ملی دستور داده بود که در چندین شهر مستقر بشن، از جمله در واشنگتن. تصاویر رو از دنور می‌بینید، مرکز ایالت کلرادو. ممنونم از همراهی شما با این 60 دقیقه. این برنامه رو میتونید و همینطور برنامه‌های قبلی رو در روی سایت ما ببینید و همینطور بر روی سایت یوتیوب. ممنونم از همراهی شما.